کابل یکی از پر جمعیت ترین شهرهای کشور به شمار می رود که با در نظر داشت این موضوع نیاز است ارائه خدمات برای شهروندان این شهر به صورت مؤثر و در اسرع وقت ارائه شود. از این رو تفاهم‌نامه‌ای را برای برچیدن فساد و مغلق و پیچیده بودن اداری شهرداری بر حل این معضل با نهاد دموکراسی به امضا رسانید. شهرواله کابل با سلسله فعالیت‌های اخیر خود در زمینه ایجاد تسهیلات و اصلاح پروسه صدور مجوز ساختمان به منظور عرضه خدمات معیاری از طریق یک مرجع واحد، ما گفتگوها و تفاهمات را با نهاد دموکراسی اینترنشنال به حمایت مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا آغاز نمودیم. انتظار می رود که با تطبیق این فعالیت ها شهرداری کابل بتواند ظرفیت اداری خود را ارتقا داده و به نحو بهتر به خواست ها، مشکلات و نیازمندی های شهروندان کابل رسیدگی نمایند. کمک های تکنیکی را جهت تطبیق اصلاحات، ساده سازی پروسیجر های کاری، آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان، تجهیزات و سایر نیازمندی ها فراهم سازد. این زمان بسیار حیاتی، زمان برای افغانستان بسیار مهم است. بنابراین فکر میکنم این پروگرام شهروال برای مردم افغانستان، برای مردم شهر کابل زیاد مهم است. این گفته ها در حال مطرح می شود که روز گذشته دادستانی کل کشور 110 تن از کارمندان شهرداری کابل را به دستور فرید حمیدی لوی سارنوال به ضمن دست داشتن در فساد ممنوع الخروج اعلام کرد.